به نام خدا عرض سلام و ادب پرستو سنجی هستم و در این قسمت میخوام موضوع علم نحو رو که یکی از مباحث پایه و مقدماتی درس نحو محسوب میشه خدمتتون آموزش بدم قبل از هر چیز ما باید بدونیم که علم نحو چه اهدافی رو در جمله دنبال میکنه اولین هدفی که علم نحو در جمله دنبال میکنه به این صورته که به ما کمک میکنه که بتونیم با ترکیب جملات آشنایی پیدا کنیم یعنی به ما متدهایی رو میده که بتونیم ترکیب جملات رو در جمله تشخیص بدیم که آیا جمله به فرض انشایی هست آیا خبری هست و ترکیبهای مختلف دیگر دومین هدفی رو که علم نه دنبال میکنه به این صورته که به ما کمک میکنه با نقش کلمات در جمله آشنایی پیدا کنیم حالا نقش های مختلفی وجود داره در نه نقش فائل، نقش مفعول و نقش های بسیار دیگه ای که ما با آموختن علم نف میتونیم به این نقش ها اشراف پیدا کنیم و اونا رو به راحتی از هم دیگه تمیز بدیم و آشنایی با نقش کلمات و ترکیب جملات به ما کمک میکنه که با معانی و مفاهیم اونها آشنایی پیدا کنیم و اونها رو تشخیص بدیم. اما در اینجا میخوام نمونه ای از ساختار نحوی رو خدمتتون توضیح بدم نمونه ای از ترکیب جمله تعجبیه هستش که یکی از انواع جمله انشایی هست که این ترکیب از مای مبتدا و همینطور فعل افعله و اسمی تشکیل شده که بعد از فعل افعله قرار میگیره و حالا این افعله و اسمی که بعد از اون قرار گرفته معنی تعجب رو به ما میرسونن و در معنی یک جور صفت تعجب و موصوف محسوب میشن مثالش هم ما اکرمه علیان که در اینجا ما مبتدا هست و اکرمه فعل تعجب هست که این فعل همیشه مازی هست شما به صورت مازی اون رو در جمله میبینید و زمین مستتر که فائل اون محسوب میشه و کلمه علیان که مفعول به محسوب میشه چون منصوبم هستش خود اکرم علیان خود این ترکیب خبر هستش و محلا مرفوع هستش برای مبتدا یعنی کلمه ما خب حالا این ترکیب ما اکرم حتما باید به صورت تعجبی ترجمه بشه یعنی ریتم و ضرب آهنگ باید به صورت تعجب باشه چقدر علی بزرگوار است اما وقتی که ما با کاربرد و اهداف علم نحو آشنا شدیم اصلا باید ببینیم چه حالا فایده ای داره برای ما خب فایدهش به این صورته که به ما کمک میکنه ما بتونیم با زبان عربی تکلم داشته باشیم نگارش داشته باشیم و وقتی هم که ما بتونیم با زبان عربی تکلم و نگارش داشته باشیم این به ما کمک میکنه که بتونیم یک رمان بخونیم یک شعر بخونیم و این خودش موجب تبادل فرهنگ میشه اما خود نه از انواع اقسام مختلفی تشکیل شده که یکی از اصلی ترین انواع اون کلمه هستش و خود این کلمه یک ویژگی هایی داره یک ماهیت هایی داره اولین ویژگی اون به این صورته که خودش رو به تنهایی باید مشاهده کنیم یعنی در مقابل جمله قرار داره پس این جمله محمد شاعران کلمه محسوب نمیشه چون شما خودش رو به تنهایی نمیبینید به همین خاطرم هم هست که کلمه در زبان عربی مفردت نامیده میشه یعنی مفرده یعنی تنهاست اما دومین ویژگی کلمه اینه که مستعمله یعنی اینکه کاربردیه مثل کلمه محمد که معنی ستوده میده و سومین ویژگی کلمه اینه که محمل نباشه یعنی غیر کاربردی نباشه مثل بزخه نباشه چند تا حرف به هم دیگه چسبیده شده باشن که هیچ مفهومی نداشته باشه هیچ معنی نداشته باشه خب خود کلمه انواع مختلفی داره از اقسام مختلفی تشکیل شده اولین قسم اون اسمه که شامل مفرد، مصنا جمع، اسم جمع، اسم جنس، اسم مرکب مزجی و مرکب اضافی میشه دومین قسم اون فعل که منظورم از فعل اینه که خودش تنها باشه یعنی فعل بدون اسناد باشه و سومین نوع کلمه حرف هستش که اینها به نوبه خود توضیح داده خواهد شد. گفتیم یکی از انواع کلمه اسم هستش و اسم هم به این صورت که حتما باید یه معنی مستقل داشته باشه و معنی زمان در اون دخالت نداشته باشه مثل این کلمات باب، مسجد، مدرسه که در اینها معنی زمان حالا حال، آینده، مازی در اونها وجود نداره. معنی مستقلی داره و زمان هم در اون دخالت نداره. اما همین اسم یه ویژگی هایی داره یعنی شما اگر این ویژگی ها رو بلد باشید به راحتی میتونید اسم رو توی جمله تشخیص بدید اولین ویژگیش به این صورته که حتما باید قبل از اون حرف جر قرار بگیره حالا حرف جر هم انواع مختلفی داره مثل فی مثل الا مثل به، مثل این مثال بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان که کلمه اسم که معنی نام میده قبل از اون با یه حرف جر قرار گرفته و نشون میده که کلمه اسمی که معنی نامه یکی از انواع کلمات هستش و اون هم اسم هستش دومین ویژگی که حالا اسم داره یعنی علامتی که میپذیره پذیرش تنوین هستش که این تنوین انواع مختلفی داره اولین نوع اون تنوین تمکین هست مثل این مثال علیون تلمیدون دکیون که منظور از تنوین تمکین به این صورته که حتما باید بر سر اسم معرب بیاد اسم معرب چیه اسمیه که همه علامت اعراب رو میپذیره یعنی مرفوع و منصوب و مجرور بودن رو میپذیره مثلا میگیم جا علیون ایتو علیا مررت به علی اما دومین نوع تنوین تنوین تنکیر یا تنوین نکره کردن هستش که اگر بر سر اسمی بیاد اسم رو مجهول میکنه در نظر مخاطب مثل این مثال فی یدهی کتابون که در اینجا تنوینی که روی کتاب قرار گرفته باعث شده که کتاب نکره بشه حالا تو ترجمه میگیم که تو دستش یه کتابی داره میخواد نشون بده که مخاطب نفهمه چه کتابی داره بنابراین تنوین تنکیر یا نکره روش قرار داده سومین نوع تنوین تنوین مقابله هستش مثل این مثال هاولا ای معلماتون فازلاتون که تنوینی که روی ت قرار گرفته در مقابل واو در کلمه معلمون و فاضلونه قرار داره یعنی تنوین جمع معنس سالم نشون دهنده اینه که این تنوین در مقابل واوی که مخصوص جمع مذکر سالم هست قرار داره اما چهارمی نوع تنوین تنوین تعویز هستش مثل این عبارت و قبل که در اینجا در از قاضی بوده حرف یا حذف شده و به جاش تنوین مجرور قرار گرفته و میخواد نشون بده که اینجا یه چیزی بوده که حذف شده و به جاش تنوین قرار گرفته خب حالا ما این تنوین رو بهش میگیم تنوین تعویز یا تنوین عوض یا این عبارت قل کل یه علی که در اینجا بعد از کل یه مزافان الیه بوده یعنی کلمه اناس بوده که حذف شده و به جاش تنوین مرفوع قرار گرفته که نشون بده که حتما بعد از کل یه کلمه بوده که حذف شده اما یکی دیگه از علامت های اسم به این صورته که قبل از اسم حتما یک حرف تعریف و یا الف و لام معرفه ساز قرار میگیره مثل کلمه رجل رو در نظر بگیرید خب رجل قبل از اینکه الف لام تعریف و یا معرفه ساز قبلش بیاد اسم نکره بوده اما وقتی که الف لام تعریف و معرفه ساز قبل از اون قرار گرفته اسم تبدیل شده به یک اسم معرفه اما از علامتهای دیگه اسم اینه که قبل از کلمه حرف ندا قرار بگیره حالا حرف ندا هم با اقسام مختلفی داره مثل یا مثل ایا مثل ای در اینجا کلمه احمد رو در نظر بگیرید به دلیل اینکه حرف ندا قبلش اومده تبدیل شده احمد به اسم معرفه هرچند خود احمد معرفه به اسم خاص بوده یعنی اسم علم بوده اما این حرف ندایی که قبلش قرار گرفته معرفه بودنش رو دوچندان کرده یعنی تاکید بر معرفه بودن اون رو بیشتر کرده اما یکی دیگه از علامت اسم اسناد دادن به اون هستش مثل این جمله انت علمون شما این رو در نظر بگیرید کلمه انت رو چون که کلمه عالم بهش اسناد داده شده و بهش مربوط شده بهش نسبت داده شده باعث میشه که ما تشخیص بدیم که انت که یک زمیر هست اسم هستش حالا این اسناد میتونه به وسیله اس باشه مثل آلمون یا میتونه به وسیله حتی فل باشه مثل تعلمو تو میدانی تو دانشمند هستی یعنی دانشمند بودن اومده به انت نسبت داده و به این وسیله ما میتونیم تشخیص بدیم که کلمه انت اسم هستش یکی دیگه از علامت های اسم نکره بودن هستش یعنی همینطور که معرفه بودن علامت اسم محسوب میشه نکره بودنم علامت اسم محسوب میشه و نکره بودن هم به این صورته که اسم به یه ناشناس دلالت کنه به یه غیر معین به یه غیر مشخص مثل کلمه کتابون رجلون که این تنوین همونطوری که قبلا خدمتتون اشاره کردم تنوین تنکیر یا تنوین نکره هستش و حالا توی ترجمه میگیم یه کتابی یه مردی میخوایم مخاطب نشناسه که چه کتابی یا چه مردی اینو میخوایم به صورت مجهول داشته باشیم زویی هم که به معنی صاحب هست یکی دیگه از علامت های اسم هستش که مشخص میکنه کلمه اسم هستش مثل این مثال ذوالقرنین که حالا به معنی صاحب دو شاخ هستش پس این زو همیشه معنی اسم بودن رو میده و یکی از انواع اسم محسوب میشه و یکی دیگه از علامت اسم معرفه بودن هستش که معرفه بودن دامنه خیلی گسترده داره اسمای مختلفی رو شامل میشه و مقصود از معرفه بودنم یعنی اینکه اسم به یه چیز معین به یه شخص معینی دلالت کنه حالا مثل کلمه زهرا مثل کلمه قبیله که اینها انواع مختلفی از اسامی معرفه رو شامل میشن که اولین نوع اون زمیر بودن هستش خب همه زمیرها معرفه هستن و منظورمونم از زمیر یه اسم مبهمیه که جانشین اسم شده باشه مثل کلمه هوه، مثل انت، مثل انا که اینا همه جانشین اسم ظاهر شدن مثلا جانشین کلمه علی شدن یا مریم شدن به جای این اسمهای ظاهر قرار گرفتن و دومین نوع معرفه بودن علم بودن هستش که مقصود از اون یک اسم مختصی هست که مربوط به یه شخص معینی میشه حالا تو زبان پارسی بهش اسم خاص گفته میشه مثل کلمه سعدی که یکی از شاعرای معروف زبان پارسی هستش یا کلمه متنبی که یکی از شاعرای معروف زبان عرب هستش سومین نوع اسمهای معرفه اسم موصول هستش که اسم موصولم یعنی اسم مبهمی که جانشین اسم شده باشه دقیقا مثل زمیر و مثل این کلمات الذی التی من ما که الذی و التی مصول های خاص هستند من و ما مصول های عام و مشترک هستند و اسمایی هم که دارای الف و لام معرفه ساز هستند جزء اسم های معرفه محسوب میشن مثل المسجد و همینطور اسم اشاره که مقصود از اون اسمی که اشاره میکنه به یک شخصی یا به یک چیزی مثل کلمه هادا، کلمه تلکه و اما اسم مضاف یعنی اسمی که اضافه شده به همه اسمهای معرفی که قبلا خدمتتون اشاره کردم هم اسم معرفه محسوب میشه یعنی اسمی که معرفه باشه و به یه اسم نکره اضافه شده باشه مثل این مثال صدیقت و زهرا خب ببینید زهرا خودش اسم معرفه به خاص هستش اما صدیقت قبل از اینکه زهرا بیاد و بهش اضافه بشه یه اسم نکره ای بوده یه اسمی بوده که برای مخاطب ناآشنا بوده یک دوستی و اما زهرا اومده بهش اضافه شده و تبدیل به مضاف شده صدیقه و توی ترجمه میگیم دوست زهرا خب اینجا دوست زهرا برای مخاطب آشنایی داره و مخاطب نسبت به اون شناخت داره و حالا همه این معارف زمیر علم اسم مصور اسمی که الف لام داره اسم اشاره اینا همه میتونن به یک اسم مبهم اضافه بشن و اون رو تبدیل به اسم معرفه کنن اما همینطور که خدمتتون اشاره کردم الف و لام معرفه ساز یکی از انواع علامت اسم هستش که خودش به انواع مختلفی تقسیم بندی میشه اولین نوع اون الف و لام جنسیت هستش که شامل دو نوع میشه اولین نوعش استقراق کل افراد جنس هستش یعنی تمامی افراد یک جنس رو دربر میگیره مثل این نل انسان لفی خسر الا الذين امنو خب کلمه انسان رو در نظر بگیرید الف که بر سر اون قرار گرفته الف استقراق کل افراد جنس هستش یعنی این انسان اشاره به یک فرد مشخصی از گروه انسان ها نمی کنه بلکه تمام انسان ها رو ام زن و مرد رو شامل میشه تمامی انسان ها در زیان و خسارت هستند جز کسانی که ایمان آوردند اما دومین نوع الف و لام جنسیت الف و لام استقراق کل صفات جنس میشه یعنی اینکه یک صفتی رو به طور تمام و کمال نسبت میده به یک شخصی مثل این مثال انت الرجل خب کلمه الرجله رو در نظر بگیرید الفلامی که بر سر اون اومده الفلام استقراق کل صفات جنس هستش یعنی اینکه تو یک مرد تمام و کمال هستی یعنی میخواد صفت مردانگی رو به انت نسبت بده به صورت تمام و کمال اما یکی دیگه از انواع الفلام معرفه ساز الفلام اهدیت یا الفلام شناسه نامیده میشه که خود اینم به سه نوع تقسیم میشه اولی نوع اون الف عهد ذکری هستش یعنی شناسه ذکری و به این صورت هست حالا تو این مثال خدمتتون عرض میکنم مثل نورهی که مشکتن فی ها المصباح فی زجاجتن الزجاجتو که انها کبون دوریون ببینید کلمه المصباح رو در نظر بگیرید یه مصباح دیگه قبلش تکرار شده قبلش ذکر شده بنابراین الف و لامی که بر سر اون اومده کلمه مصباحی رو که قبل از اون قرار گرفته برای ما مشخص کرده برای ما معین کرده به همین دلیل هم بهش میگن الف و لام عهد ذکری چون کلمه ای که عین خودش هست قبل از خودش تکرار شده همینطور کلمه از زوجاجت رو در نظر بگیرید الفلامی که بر سر اون قرار گرفته الفلام عهد ذکری نامیده میشه چرا که کلمه ای که عین خودش هست مثل خودش هست زجاجه قبلش ذکر شده و تکرار شده و اون رو برای مخاطب مشخص کرده اما دومین نوع نام عهدیت الفلام عهد ذهنی هستش مثل جا المعلم و کلمه المعلم رو در نظر بگیرید تو ذهن همه دانش شناختی نسبت به معلم وجود داره بنابراین بهش میگن الف عهد ذهنی الف که بر سر کلمه معلم اومده و سومین نوع الف لام, لام عهد حضوری هستش مثل این عبارت هر رجلو خب منظور از اون اینه که همین مردی که الان داریم بهش اشاره میکنیم و اون رو مشخص میکنیم الف که در عین حال داریم بهش اشاره میکنیم و بر سر کلمه مرد وجود داره الفلام عهد حضوری نامیده میشه. اما اسم بر اساس جنسیت به دو نوع تقسیم بندی میشه. اولین نوع اون اسم مذکر هستش مثل کلمه رجل یعنی مرد که خود اسم مذکر به دو نوع تقسیم بندی میشه مذکر حقیقی مثل کلمه جمل یعنی شطور نر و مذکر مجازی مثل کلمه کتاب که حالا عرب ها توی زبانشون قاعده ای درست کردن که کلمه کتاب رو به صورت مذکر بگیرن و به خاطر همین بهش میگن مذکر مجازی یعنی طبق قاعده زبانیشون به این صورت تقسیم بندی شده و دومین نوع انواع اسم بر اساس جنسیت اسم معنس هستش مثل کلمه امرأت کلمه امرأت رو در نظر بگیرید که معنی زن میده و زن هم خب یک جنس معنسی داره اما اسم معنس هم خودش به دو نوع تقسیم بندی میشه معنس حقیقی مثل کلمه ناقد که به معنی شطور ماده هستش و معنس مجازی مثل کلمه منزدد منزدد معنس مجازی هستش معنس حقیقی نیستش کلمه رجل و کلمه امرأت هم مذکر و معنس های حقیقی هستند. اسم بر اساس تعداد و ماهیت به چه صورت هستش؟ اولین نوع اسم اسم مفرد هستش مثل کلمه کتاب که بر یک کتاب دلالت میکنه یعنی اسمی که بر یک چیز یا یک شخص دلالت کنه دومین نوع اون اسم مصنا هستش که بر دو چیز و یا دو شخص دلالت میکنه مثل کتابان مثل کلا مثل کلتا مثل اسنان مثل اسنتان مثل این مثال جه اکیل رجلینه کلا به معنای هر دو هستش و رجلین هم به معنی دو مرد هستش که حالا توی ترجمه گفته میشه هر دو مرد آمدن چون رجلین علامت مصنا گرفته و سومین نوع انواع اس بر اساس تعداد جمع مکسر هستش مثل کلمه کتب و مدارس که حالا کتب به معنی کتاب ها مدارس به معنی مدرسه ها و سومین نوع انواع اس بر اساس تعداد جمع سالم هستش که جمع سالم مذکر تقسیم بندی میشه و حالا ما جمع ملحق به جمع سالم مذکر داریم یعنی محمدون خودش جمع مذکر سالم هست سنین جمع ملحق به جمع مذکر سالم هست یعنی سنین جمع مذکر سالم محسوب نمیشه بلکه به مانند جمع مذکر سالم باهاش رفتار میشه و جمع معنس سالم هستش مثل کلمه معلمات و اولاد که اولاد هم ملحق به جمع معنس سالم محسوب میشه یعنی اینکه خودش جمع معنس سالم نیست ولی به مانند جمع معنس سالم باهاش رفتار میشه اما اسم جمع هم یکی دیگر از انواع اسم هست بر اساس تعداد مثل کلمه قوم و مثل کلمه ره و مقصود از اسم جمع به این صورته که اصلا مفرد از جنس خودش نداره و در ظاهر فقط معنی جمع میده به خاطر همین بهش میگن اسم جمع و اسم جنس که به ماهیت یک اسم اشاره میکنه و خودش بدون و تقسیم بندی میشه اسم جنس جمع مثل کلمه تمر و زنج در اینجا تم به معنای خورماها هستش تمرد مفردش میشه این تای وحده اومده و اشاره میکنه به یک خورما و زنجم یعنی غلامان زنگی که جمع هستش به جنسیتشون اشاره میکنه و به ماهیتشون و همطور اینجا جمع هست داره میگه غلامان زنگی اما زنجی رو که اوورده یا وحدت اضافه کرده اشاره میکنه به یک غلام اسم جنس مفرد به این صورته که فقط ماهیت رو مشخص میکنه یعنی اینکه ماهیت کلمه ها رو مشخص میکنه مثل ما مثل زهب که ما در اینجا یعنی آب بودن زهب یعنی طلا بودن یکی دیگه از انواع و اقسام کلمه فعل هستش که ویژگی اون به این صورته که حتما باید معنی مستقلی داشته باشه همراه با معنی زمان یعنی اینکه معنی زمان در معنی فعل لحاظ بشه و دخالت داشته باشه پس تفاوتی که فعل با اسم داره در اینه که معنی زمان در معنی فعل لحاظ میشه برخلاف اسم که معنی زمان در معنی اون لحاظ نمیشه و دخالتی نداره اگرچه که هر دو معنی مستقلی دارن مثل این افعال جاء یا و انظر جاء به معنی آمد یذهب به معنی میرود انظر ببین و بنگر اما فعل خودش انواع و اقسام مختلفی داره اولین نوع اون فعل ماضی هستش که مقصود از اون اینه که فعل در زمان گذشته به وقوع پیونده مثل فعل ذهبه به معنی رفت و دومین نوع اون فعل مزاره هستش که مقصود از اون اینه که فعل در زمان حال و یا آینده به وقوع به پیونده و انجام بشه مثل فعل یذهبو که به معنی میرود هست و یا خواهد رفت هست سومین نوع فعل فعل امر هستش که مقصود از اون اینه که وقوع کاری از مخاطب درخواست بشه یعنی ما از مخاطب بخوایم که کاری را انجام بده مثل فعل اکتو به معنی بنویس و چون معمولا درخواست میشه در فعل امر از مخاطب زمانش زمان حال هستش یکی دیگه از انواع کلمه حرف هستش و ویژگیش به این صورته که معنی مستقلی نداره استقلالی از خودش نداره و حتما باید همراه با اسم و یا فعل بیاد که معنی دار بشه و معنی پرفایده ای رو به ما برسونه و حروف در زبان عربی خیلی هستن زیاد هستن ما حروف عطف داریم حروف جر داریم حروف قسم داریم و پرکاربردترینشون هم حروف جر هستش که من نمونه هایی رو در اینجا آوردم براتون و مثل فی مثل علا مثل الا فی به معنی در علا به معنی بر الا به معنی به یا به سوی مثل این مثال و هم دو این المدرساتی. ببینید کلمه الا که یه حرف هست رو در نظر بگیر خودش به تنهایی معنی به سوی میده پس این برای مخاطب معنی مفهومداری نداره به سوی مخاطب اصلا معنی از این نمیفهمه بنابراین تنها زمانی معنی دار میشه که همراه با فعل باشه مثل اینجا فعل زهبتو و همراه با اسم باشه مثل اسم مدرسه که حالا توی ترجمه گفته میشه من به سوی مدرسه رفتم و در اینجا ما یک ترکیب معناداری رو به دست میاریم اما یکی دیگه از اجزای نه و یا علم نه جمله هستش که جمله منظور از اون یک ترکیب یا یک کلامیه که از دو و یا چند کلمه تشکیل شده باشه که تقسیم بندی های مختلفی داره. اولین نوع اون از نظر تام بودن و یا ناقص بودن بررسی میشه جمله تام به این معناست که ارکان و اجزای اون کامل باشه و فایده ای رو برسونه حالا مثل این جمله از سماع و صافیتون آسمان صاف است خب در اینجا از سما و صافیتون ما یک جمله اسمیه داریم شروعش با اسم و از مبتدا و خبر تشکیل شده و علاوه بر اینکه ارکان جمله کامل هست یک فایده ای رو هم میرسونه آسمان صاف است یک معنی کاملی رو به ما میرسونه اما دومین نوع اون جمله ناقص هستش که مقصود از جمله ناقص اینه که ارکان اون کامل باشه ولی فایده این رو نرسونه مثل این جمله این جعه اخی اگر این جمله رو دقت کنید میبینید که از یک فعل جا و اخی فایل تشکیل شده ارکان جمله کامل هستش اما در معنی اگر برادرم بیاید شما در اینجا منتظر هستید که متکلم ادامه جمله رو بگه که معنی کاملی رو برسونه حالا اینجا که میگه اگر برادرم بیاید معنی بیمفهومه معنی کاملی رو نمیرسونه و شما انتظار دارین که متکلم ادامه جمله رو بگه هرچند ارکان اون کامل هستش.